بریم به فرانسه رایگیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا ساعاتی دیگه به پایان میرسه و نتایج هم بلا فاصله اعلام میشه نتایجی که نه تنها میتونه آینده فرانسه و اتحادیه اروپا رو عوض کنه بلکه تاثیر خیلی زیادی روی روابط بین المللی هم داره امانوئل مکرون از حزب میانه جمهوری به پیش که رئیس جمهور فعلیه با ماریان لوپن از حزب راست تندروی اجتماع ملی رقابت میکنه لوپن در دور اول 23 و مکرون در دور اول 27 درصد رأی آورده بودن نتایج نظرسنجی های مختلف تا اینجا نشون میده که شانس مکرون بیشتر از لوپن این نظرسنجی ها برای از نظرات جامعه رای دهندگان و معمولا نتایج انتخابات ریاست جمهوری با این نظرات مطابقت داره و به نظر میاد محبوبیت ماکرون در برابر لوپن در این چند هفته کمی بیشتر هم شده الان رقابت اصلی بین حزب میانه متمایل به راست و راست تند روه ولی چپ ها هم که در دور اول در یک قدمی پیروزی بودن نقش تعیین کننده دارن حزب فرانسه شکست ناپذیر به رهبری ژان لوک در دور اول فقط حدود 1.5 درصد از لوپن کمتر رای نیاورد میشه که خیلی از طرفداران احزاب مختلف چپ از چپ سنتی گرفته تا چپ جدید و التقاطی برای اینکه نامزد راست تون رو را رای نیاره به مکرون رای بدن در دور اول انتخابات من به ملانشون رای دادم چون برنامه کارش به درد من میخورد ولی حالا توی دور دوم هیچ انتخابی نداریم جز بین بد و بدتر برای همین رأی ندارم چون ما تجربه مکرون را دیدیم و از برنامه لوپن هم خبر داریم هیچی برامون تازگی نداره آمار وزارت کشور فرانسه تا الان نشون داده که مشارکت رای دهندگان تا ساعت 12 به وقت پاریس بیشتر از دور اول بوده هرچند که الان اعلام شد میزان مشارکت تا ساعت پ بعد از ظهر از دور دوم انتخابات 2017 کمتر بوده ولی یه گروه دیگه ای که هر دو نامزد گروه دیگه که هر دو نامزد امیدوارن رایشون رو جلب کنن اون حدود کمتر از 27 درصدی هن که در دور اول انتخابات شرکت نکردند مشارکت درصد قابل توجهی از اونا میتونه وضعیت رو عوض کنه باید بگم نگرانم تصور اینکه راست افراطی به قدرت برسه منو نگران میکنه درسته که همه نظر سنجا میگن اینجوری نمیشه یادم وقتی لوپن در سال 2002 هم به دور دوم انتخابات رفت پدر مادرم اعتراض کردن برای همین به امانوئل مکرون رای میدم فقط برای اینکه اجتماع ملی رای نیاره البته که اون انتخاب واقعی من نیست تا وقتی که امشب نتایج آرا اعلام بشه آروم و قرار ندارم ماریان لوپن که نامزد حزب راست تندروی اجتماع ملی خواهان تغییر سیاست های مالیاتی برای پولداران محدودسازی مهاجرت خروج احتمالی از ناتو و فاصله گرفتن فرانسه از اتحادیه اروپا سیاست هایی که اگه به اجرا در بیاد میتونه زندگی مردم فرانسه رو عوض کنه و اروپا و جهان رو هم تحت تاثیر قرار بده مکرون نامزد حزب راست میانه جمهوری به پیشه که یه حزب جدید محسوب میشه و سیاست هاش رو تا حدودی تعدیل کرده تا طبقه متوسط شهری رو بیشتر به خودش جلب کنه مکرون خواستار ادامه اصلاحات اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و تقویت نقش فرانسه در اروپا و ناتو است. ماکرون لوپن در انتخابات ریاست جمهوری پنج سال پیش هم در دور دوم با هم رقابت می‌کردند که در اون دوره ماکرون با 66 درصد آرا در برابر 34 درصد پیروز شد. حالا باید ببینیم تا دو ساعت دیگه فرانسوی‌ها کدوم راه و کدوم نامزد را انتخاب می‌کنند.